خلاصه شرح حال مولانا. در سال 604 هجری قمری مطابق با 30 سپتامبر سال 1207 میلادی در شهر بلخ، یکی از 4 شهر بزرگ خراسان که پیش از هجوم مغول منتهای آبادی را داشته، متولد شد. شهرتش به رومی یا مولانای روم به واسطه که طول اقامت وی در آسیای صغیر بوده، ولیکن خود وی همواره خیش را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را دوست می داشته و از یاد آنان فارغ نبوده است. نقل کردند زمانی که جلال الدین محمد 13 سال داشت، روزی به همراه پدرش به ملاقات شیخ فرید الدین عطار نیشابوری رفته، عطار که خود عارفی روشن ضمیر بود، جلال الدین محمد را بسیار شگفت آور یافت. نسخه ای از مثنوی اسرار نامه خود را به جلال الدین هدیه کرد و به بهای ولد گفت: این کودک به زودی آتش در دل سوختگان عالم خواهد زد. مجالس درس و وعظ مولانا با شور و هیجان فوق‌العاده مستمعین آغاز شد. مولانا عالمی صاحب نام و استادی برجسته با مجالس مملو از دوستداران مشتاق بود. مولانا به شهرتی فراگیر و نفوذی گسترده رسیده بود، اما تقدیر الهی هنوز تحول دیگری در زندگی جلال الدین مقدر کرده بود که به سال 642 ظاهر می شد. در سال 642 هجری مردی به خونی پای گذاشت تا طرحی نو در اندازد که قرن‌هاست اثر آن در عرفان و ادبیات ایران و جهان موج در موج به پیش می‌رود.